سفر 4 روزه 3 کارگروه آمریکایی به رهبری رابرت مالی به ریاض برای شرکت در نشست شورای همکاری های خلیج فارس پنجشنبه با انتشار 1 بیانیه به پایان رسید. در این بیانیه به آنچه حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم و استفاده از موشک های پیشرفته، تسلیحات سایبری و پهپادها و خطر هسته‌ای خواندن هم اشاره شده. سمیرا قرایی همکارم از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. سمیرا، روشن بود به خصوص با سفر آقای مالی که ایران یکی از نقاط تمرکز این نشست خواهد بود؟ دقیقا همینطوره. همطور که نتپرایس سخنگوی وزارت خارجه هم روز گذشته اشاره کرد، هر سفری که آقای ملی میره در هر جای دنیا مسئله ایرانه و این 3 کارگروه رو هم مشخصا آقای ملی داشت هدایت میکرد. این کارگروه همگی از وزارت خارجه نبودن، از وزارت دفاع هم حضور داشتن، نماینده یا فرستاده ویژه رئیس جمهوری در امور ائتلاف جهانی علیه داعش، اینا همه حضور داشتن، اما رهبری به عهده آقای ملی بود. روز چهارشنبه روزی بود که قرار بود مشخصا راجع به جمهوری اسلامی ایران و تهدیداتش صحبت بشه و امروز هم بنا بود راجع به مسائل پدافند هوایی این 6 کشور عضو نشست همکاری‌های خلیج فارس صحبت بکنند. اینکه این بحثی هست که بسیار پیشتر هم فردا مطرح است، بحث ناتو خاورمیانه، یا اینکه این کشورها یا برخی از کشورهای خاورمیانه بیاند با هم به اشتراک بگذارند اطلاعات هواییشون رو، تا اگر یک پهپاد حالا جمهوری اسلامی، یک موشک پیشرفته جمهوری اسلامی، هر جور شیء متخاصمی وارد آسمان این کشورها بشه، بتونن به هم زود هنگام خبر بدن، به هم هشدار بدن. و روز پنجشنبه امروز روزی بود که مشخصا راجع به این صحبت کردند. روشن نیست که چقدر این 6 کشور با ایالات متحده سر این مسئله به تفاهم رسیدند، ولی میدونیم که خب پیشتر اختلافاتی وجود داشت که این کشورها بخوان با هم اطلاعات دفاعی هوایی رو به اشتراک بگذارند. اما یک بیانیه هم منتشر کردند این 6 کشور در همراهی با ایالات متحده که بیانیه مشخصا راجع به جمهوری اسلامی ایران هست و 6 کشور به علاوه ایالات متحده ابراز نگرانی عمیق میکنن راجع به رفتارهای منطقه ایران، راجع به اینکه سلاح‌های متعارف، موشک‌های پیشرفته، پهپاد در اختیار شبه نظامیان خاورمیانه از جمله حوثی‌ها قرار میده. اشاره میشه که این اقدامات باعث شده که جنگ یمن طولانی‌تر بشه. در بخش‌های راجع به مسائل هسته‌ای صحبت میشه، اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام داده، از جمهوری اسلامی خواستن تا هر گونه اقدامی که داره انجام میده که مغایر با برجام هست اونها رو متوقف کنه و اوضاع برگردونه به پیشتر، به زمانی که همچنان مقید بود به برجام. و نکته مهم بیانیه به نظر من همین موضع ایالات متحده است در رابطه با دیپلماسی، که میبینیم که در بیانیه 6 کشور حوزه خلیج فارس هم داره نمود پیدا میکنه، نشون میده که این کشورها اطاعت میکنن از ایالات متحده در این رابطه. و این مسئله مطرح شده که تنها راه مقابله با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در منطقه گفتگو و دیپلماسی است، چیزی که در این بیانیه آمده. از رهبری جمهوری اسلامی خواسته شده که یک رویکرد دیگر، یک آلترناتیو دیگر رو انتخاب بکنه که هم برای مردم جهان مثبت باشه، هم برای مردم منطقه و هم برای مردم ایران. و در نهایت اشاره‌ای هم میشه بدون اینکه مستقیم مسئله اوکراین و پهپادها روسیه پرداخته بشه به اون بندی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره میکنند که خب منع میکنه جمهوری اسلامی را از داد و ستد پهپادی، و از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته میشه که اگر توافق در این رابطه وجود داره اون رو سریعتر اجرایی بکنند. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از وزارت خارجه آمریکا.